داعش از لحظه ای که به وجود آمده تمام تلاشش ایجاد بحران است، از سوریه تا عراق تا افغانستان و برخی کشورهای دیگه که تونستن. در افغانستان هم بسیار جدی تلاش دارن که هم بحران ادامه پیدا کنن و هم بتونن تفرقه مذهبی و قومی را ایجاد کنن، که خوشبختانه برعکس جاهای دیگه افغانستان همیشه در برابری توطئه ها هوشیار بوده و مؤثر نبوده و یقیناً که داعش ناکام خواهد بود و تا این لحظه هم ناکام است. شما فکر میکنین که داعش در افغانستان فعالیت داشته باشد؟ چون بسیاری ها به این باور هستند که عملات از طرف داعش را اندازی نمیشه، گروه های دیگه هستند که میخوان تفرقه را در بین مذاهب به میان بیارن. این خیلی یک چیز غیر منطقی است. یک گروهی که در بخش نشرات رسمی خود، حالا چی شبکه مجازیشون به نام یا رسانه رسمیشون به نام اعماق مسئولیت میگیره، بعد کسانی هم پیدا شد از داعش داشتر دلسوزتر با اونا که اونا رو براعت بده به اکثر حلقات دیگه ای یا با حکومت ارتباط بده. حکومت ناتوانایی یا کوتاهیشی ما میپذیریم، ولی که عامل این قضایا باشه هرگز منطقی نیست. شما تفاوت میان گروه داعش و طالبان چگونه میبینید؟ چه تفاوت وجود دارد میان هر دو گروه؟ من معتقد هستم که داعش که اولین بار من این اعلام کردم خطرش به مراتب جدیتر از طالبان خواهد بود. طالبان امروز خیلی تجدید نظر در افکار اندیشه‌اش پیدا شده، ولی در طالب نه. یک پدیده این و ظهور است که در با امکانات وسیعی که در اختیار داره در حال سربازگیری است. حالا حکومت بپذیره نپذیره، یک زمانی نمیپذیرفت، اما حکومت قبلی ما هم حکومت بعدی که نه داعش خطر نیست، ولی امروز من باورمندم که اونا هم برای باور هستند که یک پدیده به خطرناک تر است از همه. با توجه به حضور نیروهای خارجی در افغانستان، آیا شما در مبارزه این نیروها در برابر گروه داعش و امثال از اونا باور دارین؟ خب یک واقعیت است که اگه ائتلاف علیه داعش در سطح بین المللی به وجود آمده، یک واقعیت است، این را باید قبول کنیم. اما ای که چرا با این ائتلاف کلان 50 و چند کشوری باز هم در سوریه داعش فعاله، هم در عراق داعش فعاله و هم در روز به روز در بخش های دیگه پیشروی دارن یا گسترش دارن، یه هم یک سوال دیگه است پالی هستی. ولی چیزی که هست در افغانستان ما این به عنوان یک واقعیت میپذیریم که جامعه جهانی از گسترش داعش تا این لحظه را با حکومت همکار بوده. تشکر. برمیگردیم به مسائل سیاسی. از وضعیت کنونی چقدر راضی هستین؟ در چه عرصه؟ در عرصه امنیتی و سیاسی و اجتماعی. طبعا در عرصه امنیتی مردم راضی نیست. خود همین تا این لحظه هم که ما و شما بحث کردیم، چه در بخش انتحاری هایی که در مجالس مذهبی یا راهپیمایی های مدنی صورت میگیره خودش یک سوال است، و چی در جنگایی که امروز در 10 ولایت ما جریان داره و هر روز ما ده ها و صد ها حتی گاگایی صد ها فرزندان مردم در پوشش اردو و پلیس و امنیت ملی قربانی میشن یا به شهادت میرسن یا زخمی میشن، معلول میشن و روز به روز مردم ما بیجا میشن و زجر میکشن، به خصوص در فضا این خودش نارضایتی رو میرسن، یعنی رضایت ندارن در وضعیت امنیت. امیدوار هستم که مسئولین حکومت توجه بکنن در این رابطه. در وضعیت سنه اقتصادی مردم از بیکاری به سطوح آمدن، امروز فقر
بیکاری بیداد میکنه و این یک معضل کلان است که حکومت باید توجه جدی بکنن. پس چنانچه که شما فرمودین و این همه پدیده ها میراثی از حکومت قبلی به حکومت باقی مانده، و یا فکر نمیکنین که حکومت قبلی که شما هم سمت معانیت را بر عهده داشتین در این همه پدیده هایی که امروز دامنگیر مردم افغانستان شده نقش داشته باشن؟ هیچ کسی افغانستان 2001 با افغانستان 2014 مقایسه نمیکنه. امیدوار هستم گفتم که امروز که جاده برای شما هموار است و قیر شده و اسفالت و یک افغانستان اینچنینی، من قبول دارم ضعف ها وجود داره، هنوز هم مانده که او از چندین دهه میراث مانده، تنازی دهه نیسته که ما این فساد و این بدبختی را بوجود ما از اونجا شروع کنیم به اینجا رساندیم. آلی وظیفه از این حکومت است که شروع کنن این ضعف های دیگر از بین ببره و به پیشرفت خوبی نایل شد. قضاوت به دست مردم است، مردم قضاوت میکنن.